سلام، من شهریار هستم، اینجا پارسی تیوی با برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار در مورد لادن طباطبایی و حواشی پیرامون زندگیش. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید و این ویدیو رو از دست ندید. قبل از شروع ما رو سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله کنارش هم فشار بدید، صرفا جهت اینکه از ویدیوهای جدید ما هم مطلع بشید. لادن طباطبایی متولد 9 اردیبهشت 1349 در تهران، بازیگر سینما و تلویزیونه. فارغ التحصیل لیسانس رشته تئاتر از دانشگاه تئاتر که از دو تجربه ازدواج خود دو فرزند داره و حالا به خاطر بیماری اوتیسم دخترش ساکن آمریکاست. مادرش دبیر رشته فیزیک بود و گاهی نقاشی رنگ روغن و گاهی طراحی لباس کار میکرد. پدرش هم عاشق موسیقی و حافظ شناس بود و تنها یه خواهر داره. قبل از دانشگاه سال 1366 وقتی 17 ساله بود در کارگاه خصوصی آموزش فیلمسازی فریدون جیرانی حضور پیدا کرد. سپس در دانشگاه به صورت حرفه‌ای با پایان نامه دوستش فرشته سرابندی روی صحنه رفت. خانم طباطبایی سال 70 در 21 سالگی با سریال عطر و گلاب بپاشید جلوی دوربین رفت و 4 سال بعد در سال 74 با فیلم سایه به سایه وارد سینما شد. با این حال شهرت ایشون از سریال ولایت عشق در سال 75 با نقش طاهره شروع شد. خانم طباطبایی در سال 67 وقتی 18 ساله بود با پسر عمش ازدواج کرد و 2 سال بعد در ترم دوم دانشگاه تنها فرزندشون به نام شاهین به دنیا آمد. در نهایت زندگی او با پسر عمش به جدایی ختم شد و ایشون برای بار دوم با سعید تهرانی بازیگر ازدواج کرد و سال 87 دخترشون سوها به دنیا آمد. این زندگی هم بعد از چند سال زندگی مشترک دوام نیاورد و به جدایی ختم شد. اما گویا این زندگی پر از حواشی و جنجال‌های پشت پرده بوده که کسی از هیچ کدومش خبر نداشته. ولی بعد از جدایی از این اتفاقات کم کم پرده برداشته شد. خانم طباطبایی در آخرین واکنش خود به جداییش از تهرانی تو صفحه اینستاگرامش نوشته بود: دختر نازنینم سوها، من گناهکارم چون سالها سکوت کردم، چون توهین و تحقیر شدم و آبروداری کردم، چون خواستم زندگی و آرامش تو رو حفظ کنم. حقارت ها و تهمت هایی رو تحمل کردم که هیچ انسان با شرافتی تاب نمی آورد. کسی که 17 سال عاشقانه دوستش داشتم به ناجوان مردانه ترین روش ها منو خورد کرد. غیر از حقوق قانونی خود هر راه و بیراهی رو به کار گرفت و بازوان ستبر و بیسیم و موتور و جست های پلیس مخفی و مرموز تهدید و ارعاب من و خانوادم. سکوت کردم. پدر آبروی دختر و این دشمن قسم خورده من پدر تو و تنها عشق زندگی من بود. 6 سال از جدایی ما گذشته و من هنوز این همه نفرت او رو باور نمی کنم. تو دختر زیبایم، اگر نیاز فوری به رسیدگی و آموزش نداشتی، اگر در آستانه بلوغ زودرس حاصل از اوتیسم نبودی، من همچنان سکوت میکردم. بعد از این واکنش سعید تهرانی هم سکوت خودش رو شکست و حقیقت این داستان رو از زبان خودش بیان کرد و گفت: در اوایل تربیت فرزندم متوجه شدم فرزندمون با اختلالی روبروی که 10 سال قبل با واژه اوتیسم برای اولین بار آشنا شدم. با توجه به اینکه 70 واحد روانشناسی در دانشگاه پاس کرده بودم به تحقیق درباره این بیماری پرداختم و تا حدودی اطلاعات کسب کردم. بیماران مبتلا به اوتیسم ظاهر خوب و سالم و سرزنده‌ای دارن، اما اختلال در یادگیری دارن و این اتفاق تا 2 سال تشخیصش سخته. بارها به لادن درباره رفتار با فرزندمون تذکر و سفارش کردم، اما او به گمون این که دخترمون لجبازی میکنه با شعار فرزند عزیزه و تربیتمون عزیزتر دخترمون رو تنبیه بدنی میکرد تا بیشتر یاد بگیره. بیمار مبتلا به اوتیسم مطلقا نباید تنبیه بدنی میشد، چون مثل گنجشکی میمونه که وقتی میترسه جمع میشه و کوچیک میشه و پرواز یادش میره. حتما تجربه داشتید که در خیابون گنجشکی در حال پریدن و نمیتونه پرواز کنه. وقتی اون رو دست میگیرید و گرما و محبت دست شما رو لمس میکنه، ناگهان بعد از باز کردن دستتون پرواز میکنه. گنجشک چون پروازش به شکل غریزیه برمیگرده، اما وقتی در حال آموزش به فرزند هستی و غذا خوردن رو به سختی به او یاد میدی، وقتی او رو کتک بزنی از ترس دیگه اون یادگیری برنمیگرده. من هرچقدر در این باره تذکر دادم، لادن کار خودش رو انجام داد و گوش نکرد. با اینکه پرستار 24 ساعته هم برای نگهداری دخترمون داشتیم و پنجشنبه ها شب پرستار به خونش میرفت و جمعه برمیگشت، اما او برای همین چند ساعت نبود پرستار هم اعصاب نگهداری فرزندمون رو نداشت و فرزندمون رو کتک میزد. بعضی وقت متوجه میشدم فرزندمون توی حال دیگه است، اما نمیدونستم لادن چنین کاری میکنه. اما روزی که من این موضوع رو با چشم خودم دیدم، تصمیم گرفتم فرزندمو نجات بدم.
بنابراین از او خواهش کردم که نگهداری فرزند رو به من بسپاره. سپس به آمریکا رفت و با شرکت در سمینارهای مربوط به بیماری اوتیسم متوجه شد که من درست گفتم. از اینکه از این بیماری اطلاع داشتم تعجب کرده بود. برای نگه داشتن زندگی با لادن طباطبایی بسیار تلاش کردم. برخلاف اون چه لادن طباطبایی تو رسانه ها اعلام کرده، فرزندم رو در سال 91 رها کرد و به آمریکا رفت. من به تنهایی دخترم نگهداری کردم و فعالیت خودم و مؤسسه فیلم سازیم رو متوقف کردم. این در حالی بود که مادرم هم برای نگهداری از دخترم به کمکم می اومد و با توجه به اینکه نگهداری از بیماران مبتلا به اوتیسم دقت، سختی و صبوری زیادی نیاز داره، فشار زیادی به مادرم وارد شده. با توجه به اینکه 4 مدال طلای ورزشی هم داشت و در سلامت کامل، در حالی که به حرف زدن با هم مشغول بودیم، ناگهان درگذشت که شوک شدیدی به من وارد شد. در نهایت دادن مدتی بعد از آمریکا برگشت و گفت ویزای آمریکا گرفت و میخواد دخترم رو ببره. اما متاسفانه این کار رو هم انجام نداده بود و ویزایی نداشت، بلکه وی ماه زیادی رو در ترکیه اقامت داشت تا ویزا دریافت کنه و مجددا به آمریکا رفت. اما در حال حاضر در آمریکا زندگی میکنه و از دخترم سرپرستی میکنه. البته او قبلا هم با فرزندی که از شوهر اولش داشت هم برخورد درستی نمیکرد. من از زندگی با لادن طباطبایی راضی بودم. او همسر خوب و نجیبی بود، اما برای یک زندگی فقط زن بودن مهم نیست، بلکه مادر بودن هم مهمه. مسئله ای که لادن خیلی رعایتش نمیکرد. در نهایت لادن طباطبایی با گرفتن رضایت و حضانت سها از پدرش به آمریکا برگشت و دخترش در حال حاضر تو آمریکا زندگی میکنه. ایشون در حالی برای همیشه از ایران مهاجرت کرد که با تجربه بازی در بیش از 40 فیلم و سریال شهرت زیادی داشت. خانم طباطبایی بعد از افشاگری همسرش اعلام کرد که شرط خروج دخترش سها در حالی توسط پدرش امضا شد که تعهد داده دیگه خودش و دخترش به ایران بر نگردن. همچنین حق درخواست هر گونه نفقه و ارث سها هم از گذشته و آینده از او سلب شده. در روزهای آخر خرداد ماه 97 لادن طباطبایی 48 ساله در یکی از برنامه‌های شبکه مناطو بدون حجاب حاضر شد و در مورد بیماری اوتیسم صحبت کرد. این قضیه با جنجال‌ها و واکنش‌های زیادی تو فضای مجازی روبرو شد. میگه در مورد بازیگری و هنر باید بگم عاشقانه این کار رو دوست داشتم. از ابتدا این کار برام بروز خلاقیت و راه استفاده از فیلترهای درونی بود. دنبال چهره شدن و پولدار شدن نبودم. من تو خانواده بزرگ شدم که بدون اینکه دلم بخواد مرکز توجه بودم. محیط ما کاملا پسرونه بود. من اصلا دخترونه رفتار نمی‌کردم و در فضایی بودم که به جلب توجه اصلا فکرم نمی‌کردم. بیشتر آتیش می‌سوزوندم. شاید براتون جالب باشه بدونید. خانم بازیگر نقشی دستی توی نقاشی، مجسمه سازی، سفالگری و کارهای برگرفته از چوب هم داره. مدتی پیانو هم میزده که الان یادش رفته. از آخرین حواشی خانه بازیگر هم میتونیم به واکنششون طی پست اینستاگرامی به صحبت‌های جنجالی داریوش ارجمند در مورد ورزش بانوان اشاره بکنیم که سر و صدای زیادی هم کرد و باعث شد انگوش‌های اشاره زیاد به سمت آقای ارجمند برگرده و بازیگران و هنرمندان دیگه‌ای هم به این اتفاق واکنش نشون بدن. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات خودتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. واسه اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت بکنید.